الان خیلی خوشحال بیدی؟ آفا خوشحالیمون کجا بی؟ دلم برای سردار خان یه ذره وشده. از صبح تا شب برای بخشداری برای شماها زحمت بکشه. طفلی آقای بخشدار. به سالار خان رو بگویی؟ نه خیر، سردار خان رو بگویم. ها نه، من اینکه بگفتی آقای بخشدار رو فکر کردم سالار خان رو بگویی. ها سالار خان چطور بیدن؟ ای سالار خان چی بید؟ ای کشمشم دنبا داره، بگو آقای بخشدار. به جونت شادونه خانم، اینقدر خوشحال بشدم دیشب به آقای بخشدار و گفتم که خیلی خوب بشد تو بخشدار بشد که این پایین براره یا هم حداقل در کنار تو به یک نون نوایی برسن. آقای بخشدار رو بگوی، آقای بخشدار من هیچ فکر میکنم که سالار خان رو بگوی. ببخشید ها، بگوام عروس گلم کجا بید؟ نبید دخترم برفته شهر سیکلش از دانشگاه بگیره، باباش که بخشدار بشده وکو برو دیوار بخشداری. خب دیگه ندیدی که شاه خودم نوه داره شاه شمشاد جان، من فکر میکردم رفته علکی پوز بده که باباش بخشدار بشده. شاه شمشاد خانم بخشدار و بخشید خانم بخشدار، دعاشم بخوا زن بگیره برای پخت و پز و رفت و روب کمک بخوایم. شما با آقای بخشدار سفارش بکنی؟ حالتو ببین ببینم چه باشد، فرصت وقت کنه یا نه. خانم بخشدار؟ بله. شادن خانم رو بگویم. جانم محفیر ما بچه من پشتش یه جوش وزده، میخوام ببینم کی بتونم ببرمش بخشداری بخشدار وبینته. خب من سفارشتون رو بکنم، زود بریم پیشش. خب با اجازت من دیگه برم، باید قضا و فضم، نه اینکه آقای بخشدار شب باید خسته و کوفته و بخشی نبا. اجازت ها بس بید همه برید خونهاتون، مهمونی تموم بشد. شاید تفلیه که اونجا زحمت بکشه اینا اینجا جشن بگرفتن. حواستو جمع کن، اصلا تو کار بلد نبیدی اصلا. با تو نمتونم با کار بکنم. حالا دیگه نوبت چیه؟ اینو جمع کن. حالا نوبت نخود و پوچ بی. خب کی شروع کنه؟ پالان پلو میاریم. پالان پلو میاریم. هر کی مثل ما بیاره او اجرا بکنه. اجرا بکنی پالان پلو پلیم. من باید شروع کنم؟ نه دوباره پلان پلو پلیم. خیلی خوب، من اجرا بکنم. اجرا بکن. خسته باش. خب اگر گفتی تو کدومه؟ عجب ای بیت اشتباه کردیم، پوچ بود این تو بود. خب یکی به نفع من. خب حالا چیکار کنیم؟ حالا نوبت پانتومین بیت. خب کی شروع کنه؟ پلان پلوم ویاریم. پلان پلوم پلیم. اگه مثل ما ویاری او اجرا بکنه. پلان پلوم پلیم. حالا دقت بکن. این گیلاسه، گیلاس. دقت بکن. این توفنگه تو. حواستو جمع بکن. تو مسئولیت داری، درست گوش بکن. نخود بود. را تأسف در بکنم، جوابش رادیو بید. چرا ادای آدم ها رو هی در میاری؟ خب آدم ها به رادیو گوش بدن. این حرف ما از خودش در بکنه، تو احساس مسئولیت نبکنی. سالار جان خسته شدیم دیگه. بابا بار این مسئولیت و کار زیاد تو این بخشداری گردن ما رو خورد کردی. خسته شدم سارا جان. راست بگویی که من باور بکن که بار این مسئولیت این کار از وقتی که آمدیم این بخشداری ها این کمر مرا وشکنم. سالار جان کار مردم رو راه انداختن، گرفتاری مردم رو حل کردن مشکله. ما باید این مشکل رو هرچی زودتر حلش بکنیم. من پیشنهاد بکنم که این مکاتبه بکنیم و یک کمک بگیریم. این موافقم. و الا چی میشه؟ و الا این بار مسئولیت و کار زیاد بوامونه میاره جلوی چشام. استقرارزاده. سلام. بیا برو اینا رو عوض بکن، بقیهش مسئله نداره، میتونی چاپ کنی. یاور من کاری ندارم، ولی این اصلاحیاتون داره روز به روز بیشتر میشه. نه پس چی؟ دارم جوری ولت بکنم که هر اراجیف خرابکانه‌ای دلت خواست بخورده این مردم ناگاه بدی.
خرابکاری کدومه یابر؟ خرابکاریه دیگه، هم نوشتی اختناق. اختناق ورشی نوشتی تو روزنامه‌ات. اختناق؟ بله. بابا این احتقانه، یعنی خفگی، یعنی تنگی نفس. خب خفگی دیگه خیلی بدتر شد. برای چی اصلا همچین کلمه تو باید بنویسی تو روزنامه‌ات؟ یا ورجه این ستون بهداشتیه. اینجا ببین علائم بیماری اینفلوئنزا رو بنده توضیح دادم. آبریزش بینی، دمای نامتعادل بدن، احتقان، یعنی از حناق میاد که... من به این کارا کاری ندارم. این کلمه باید عوض بشه. مردم فکرای ناجور میکنن، یاد اختناق میفتن. چشم، چشم. اینجا منظورم رژیم غذایی بوده، تو همون ستون بهداشتی. خب گوشاتو باز کن ببین چی میگم. من یک رژیم بیشتر نمیشناسم، اونم رژیم شاهنشاهی اعلی حضرت رضا شاه کبیر میباشه. بله چشم. دیگه چی هست؟ اجازه بدیم محاکمه حق و ناحق. مسکو، مسکو. بله نفس چی تو بکردی؟ من نمیفهمم اینجا بر من تبلیغات کمونیستی میکنی؟ برشو بگه چلی. ببندم در روزنامه تا به خیالشون راحت بشن. بابا این جدول پایتخت شوروی خونه نوشتن مسکو. خب استالینگراد که نیست، مسکو دیگه یابا. تو اگه که به تنبانت نباشه یه اسم یک کشور دوست همسایه رو بر باوجه بنویسی، نه مسکو. یا من همون عینک که تو رو روزه اول که دیدم فهمیدم که گرایشات روماتیسمی داری تو. چشم، حذفش میکنم. چشم، بذاریم ببینم چی. خون، کتککاری، مشتری. خب این که در تبلیغ میوه فروشی چنگیز من براش تبلیغ کردم، اینجا آگهی دادم. آخ اصل طالبی طلا گرمک. خب چی بنویسم اینجا من؟ خب اینا چیزا مبتذل هستن، اینا جنبه بدآموزی و غیر اخلاقی داره، مردم به کوپرتوک بازی و الاغیرتک بازی با می داره. خب ببینم اینو پاشنکشم به اخلاقیات مربوط میشه؟ نه خیر، اون کلمه اشمعزاز برانگیزا. فکرش بکن یک داره نهار میخوره، روزنامه‌ش هم در همون لحظه میخونه، بعد میرسه به کلمه پاشنکش، بعد فکر میکنه که به جای غذا داره پاشنکش میخوره. او خود تو حالت به هم نمیخورم چه کلمه ایره ببینی سر نهار. حق با شماست، میدم درستش میکنم. بفرما. یاور سلام. سلام از زهر مر بچی در نمیزنی اینجوری کلتو میندازی پای میای تو. چی حالا چه مرگتا؟ یاور اومدم بگم آب تو مزرعه افتاده. خب من حالا چه کار کنم؟ برم سد بزنم اونجا؟ آبدار چی هم بگه من اینجا؟ گفتم شما همه کاره بره بیدید، گفتم بیام پیش شما بگم. خب ببند من حلقتا، این خراب شده الان بخشداری داره. بخش شده خودتونه خود کل کشتین که اینجا شده بخش. خب من الان چی کار کنم این وسط؟ من نمیدونم. خب اون بخشداری، این مشکلات مربوط به بخشداری هست. شمپت نشان دار میری. بابا من چی کاره بیدم؟ من چی بگم؟ خب چی حالا میخوای بگی؟ میگم این مربوط به بخشداری هست. برو با بخشدار مسئله تا در میاریم. تو اصلا نمیفهم بخشداری یعنی چه؟ بخشداری اصلا بخشداری به چه دوده بخوره؟ بخشداری اصولا برای این ساخته میشه که مسائل بخش که خوب باشه دیگه، خیلی خوب باشه. من نفهمیدم. اصلا شما پاشو برو گمشو بیرون. پاشو برو بیرون. خودم من میرم الان با اون دو تا شمپیت بخشدار صحبت میکنم ببینم چه برگشونم. به به جناب آقایان بخشدار، خسته نباشید، از این همه زحمت هلاک نشید یک دفعه. یاور جان دیگه مسئولیتیه که قبول کردیم دیگه، باید انجامش بدیم. چه کنیم؟ خدمت به مردم. خب زحمت داشتنید. در ضمن یاور موقع جلسه در بزن، وقت بگیر، همجور وارد نباشو. خب اگر اجازه فرمایید بنده دیگه مصده اوقات شریف شما نباشم، برم که شما به کارتون برسید. قربان شما. وقت بگیر، وقت بگیر، جلسه داشتنید، این جلسه مهم بید. بسه بسه ببندن حلقتون ها. آخه این چه بزه کار کردن ها؟ شما ناسلامتی بخشدار هستید، حقوق بخشداری رو میگیرید که اینجا چه غلطه بکنید آخه؟ همچی حرف بزن، انگار ما کار نکردیم. به جان یاور، صبح این آقا تیمور اومد اینجا، من این سردار کلی زحمت کشیدیم، پاش کار رفته بود، از پاش در آوردیم فرستاد میشرف. بشکنه ای دست که نمک نواداره. به آخه مگه بخشدار کارش اینه که خار از پای تیمور در بیاره؟ خب یکی به ما بگه بخشدار کارش چی بی؟ من چه میدونم؟ مگه همه چیزا من باید به شما یاد بدم آخه؟
سالار خان شما هم همیشه خونه این دختر ما پلاسیا. حرفمون فقط خود در و نکن، انگار فراموش وکلی اینجا خونه شیرفرهاد پسر گل من بی. خب شیرفرهاد هم همیشه رو سر ما خرابه. میخواست اون موقع که لیلون تو به شیرفرهاد به انداختی اون فکرار بکنی. اما لیلون من هرچی باشه از این داماد شما که بهتره. آخ به جون سردار راست بگویی، تنها ضعف ای پایین براره همین کیانوش بید. آقا به من چه به هم گیر میدین؟ با هم مشکل داریم؟ من پای من این وسط میکشونی وسط؟ دایی بیدید که کاریش هم نباشی. اصلا من واسه چی آوردین اینجا؟ واسه اینکه خواستیم از خودمون جلسه در واقع کنیم. که چی بشه؟ ببین کیانوشا، ما تصمیم گرفتیم ازت سوال کنیم این بخشداری چیه، چی کار باید بکنیم. این همه زدیم تو سر و کله هم که بخشدار بشین، اونم نمیدونیم بخشداری وظیفش چیه. ما که بعد بریم خواستیم تو رو امتحان بکنیم اینی بلدی یا نه. آره من بلد بیدم. پسرم آفرین، بگو. بخشداری باید پول زور بگیره. پول چی؟ پول زور بگیره. با چی داری وگوی؟ ای که همه وعدونن که چی وگوی؟ یه چی جدید وگوی؟ خب باید وزنیم وکوشیم مردم. نه عزیز من، چی رو وزنیم؟ خب وزنیم مردم رو فقط. نه قربونت بشم، نه اصلا این حرفا نیستش. یه گاز بگیری. ای بابا چی میگه این؟ من واقعا متاسفم، یک کدومتون توی این براره نمیدونین وظیفه بخشداری چیه؟ آقا تو بگو، تو بگو من راهنمایی کن. خب ببینیم، در واقع وظیفه بخشداری اینه که تا اینکه مثلا بخشدار، یا اینکه مثلا اگه یکی که بخشدار میشه تا اینکه بخشداری من اصلا تالا بهش فکر نکردم، اعتراف بکنم اصلا نمیدونم، به من هیچ ربطی نداره. سبکو تو به چی فکر بکردی؟ این هیچی نفهمی. راستی گفتی نفهم، یاد شیرفرهاد افتادم. کجاست؟ از صبح نیست. لیلون تو شهر گیر بکرده، شیرفرهاد رفته دنبالش، کارش درست بکنه. ببخشید مگه شهر گله که رفته تو شهر گیر کرده؟ یعنی چی؟ آقا جان اینا رو ولش کن، بخشداری یعنی چی؟ بخش یعنی چی؟ من پیشنهاد میکنم یه تیم تحقیقاتی تشکیل بدین، بفرستین به نزدیکترین بخشداری، ببینین اینا اونجا چیکار میکنن، شما میتونین همین کارو بکنین. نه این خوب نبید. من پیشنهاد بهتری بدارم. بگو. ولیم یه بخشداری و ببینیم چی کار وکینن، بعد ما هم همون کار انجام بدیم. قربونت برم، این خوبی. ببخشید منم همینو گفتم که این فرق فکوله. چه فرقی فکوله؟ فرق فکوله. چه فرقی فکوله؟ زیاد تو مسئله فکوله نیا. ببخشید ما واسه چی اینجا نشستیم؟ خب ما الان داریم اینجا چی کار میکنیم؟ خب نزن، ما نشستیم کار یاد بگیریم، ببینیم تو بخشی چی کار میکنیم؟ خب اینجا که نمیشینن کار یاد بگیرن که. خب اینا ارباب رجوع، از اینا که نمیشه کار یاد گرفت. واقعا چقدر این شهر ارباب داشته بی؟ ارباب رجوع یعنی اینا مراجعن دارن میرن میان اینجا. خودم بلد بیدم. من اصلا یه جورایی شک دارم تو شهر زندگی کردی. آره بچه‌ها کار یاد بگیریم. بابا اینجوری که نمیشه کار یاد گرفت. بلنشیم بریم تحقیقات کنیم، با مسئولین اینا صحبت کنیم، بریم توی این اتاقا ببینیم چی به چیه. تو خجالت نباش. این داماد شما هیچی نمیفهمه. به جان تو شرمنده، من نمیدونم چه گناهی وکردم که این سر راه ما قرار برگرفته. ببخشید من حرف بدی زدم الان؟ آخه نمگوی که اینا الان بریم تو به ابروسی اینا بگن این آبروی بخشداری برارم بره. او وقتی گن برره یا هیچی بارشون نیست، هیچی نمیفهمه. همیشه یک کمی قبل از فکر کردن، یعنی هر آره همون که گفتی، فهمیدم همون که گفتی. خوب چشم شما بفرمایید چی کار کنیم الان؟ شما بفرمایید چی کار کنیم؟ ما نشستیم داریم کار یاد بگیریم. خب اینجوری که نمیشه، بلنشیم بریم تو یکی از این اتاقا به عنوان ارباب رجوع، بریم یه سوالاتی بکنیم، یه چیزایی دستگیرمون بشه. پیشنهاد مزخرفی بین، یه پیشنهاد خوبی بداره. وگو هم بریم داخل این اتاقا
به عنوان ارباب رجوع و ببینیم چی کار وکیل. ها باری کلا پسرم، این پیشنهاد خیلی خوبه. خب منم که همینو گفتم که این فرق فکوله. شما برو فردا بیا. شما هم برو فردا بیا. شما برو پس فردا بیا. شما پس فردا بیا. شما فردا صبح بیا. کلاهان سر شما چه کار میکنه؟ کلاه خودم بید. کلاه خودت بید؟ تو اصلا اینجا چه کار میکنی؟ دارم هوا وقت خودم. پاشو برو بیرون. چشم من الان برم. من با کارمندم هوا خصوصی دارم. خوب هستین شما قربان؟ شما اخراجی. برای چی قربان من اخراجم؟ برای چی نداره کلاه برداره مال مردم خوره؟ چی بگم آخه؟ کلاه برداری نکردم آخه، چرا تهمت به بنده میزنی؟ فقط اخراجی میگم، اخراجی بگو چشم. حیف از این 35 تومن حقوقی که ماهیانه من ریختم تو جوی آب دادم به تو. برو بیرون اخراجی، نمیخوام ببینم. غلط کردم. غلط کردی؟ نمیخوام ریخت کثیفتو ببینم. برو بیرون. خیلی متشکرم قربان. خیلی متشکرم از شما، تشکر. خدا نگهدار. موفق شدی؟ خیلی چیزای مهم یاد برگرفتیم. سبکو به اینو بگویم پرونده مهمترین چیز تو بخشداری پرونده بید. ببخشید اشتباه میکنی، مهمترین چیز در بخشداری اینه. چی بید؟ این یه جادو چنبلی، یه چیزیه زیر هر ورقی که میزنی زود کار درست میکنی. این پسر کیوان کو؟ این چی بید؟ بهترین چیزی که تو بخش داری به در نخوره. چی بید؟ الان کارمند بابا شما ها قاطی کردیم مگه؟ ببر بسن سر جان اینو. خب حالا اینجا بشد بخش داری. مبارک میگم. خب مبارک باشه. به سلام آمدی. ماش بکنیم، موسی بکنیم. ای بابا یکی در این بدبخت فلک زدن ما بکنه. کمک! کمک! به دادم برسید! ای بابا چه داد بزنم! داد وزنیم وزنم نیستد وکنم. ببین کیبون جان، من فکر میکنم این بنده خدا ترسیده. نترس عزیز من، کاریت ندارن که. یواش دهنشو باز کن. کمک! کمک! به دادم برسیم! کمک! چی بگوی؟ کمک بخوای؟ هرچی داد وزنی تو 50 کیلومتری اینجا هیچکی نبید کمکت بیاد. خیلی خوب، حالا یواش دهن شما کن که دیگه داد نزنه. این کت بنده تن شما چیکار میکنه؟ این کت بنده رو بدین لطفا. این کت خودم بیده، حتی وزن آدم رو باها، همه تون از الان بنده پای چوبه دار میبینم. یه بار دیگه اینجوری گستاخی وکنی وکنم این گوشاتو ودم بز بخوره. ببینین عزیزان من، بنده کارمند دونپایه بیش نیستم، پولی هم ندارم به شما بدم. سبکو سبکو، حرف مرد از خود دربا نکن. کی از تو پول نخواست؟ تا چی از جون من میخواین؟ آقا بهش بگین دیگه. آقا بگین. خوب گوش بکن، اینجا بخشداری برره بید، این دوتا آقایونم بخشداراش بیده. به 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 به، بنده معذرت میخوام متوجه نشدم. فرمودین دوتا آقا با هم بخشدار براره هستن؟ عجب عجب، پس این براره باید محل جالبی باشه. جالب بید. خب حالا چه کمکی از دست من برمیاد؟
راست بگو چی کمکی از این برمیاد؟ ببین عزیزم، ما میخوایم تو این بخشداری رو برای ما راه اندازی کنی. آره بنده راه اندازی کنم. عرضم و حضورت ولی من تو برای توضیح بدم. ببین این بخشداری رو ما تازه دوتا با هم زدیم. این که به چم و خم کار وارد نبیدیم. یک آدم کار وارد و خواهیم که به ما بگه بخشداری یعنی چه؟ من شرمنده تونم، بنده کاری از دستم برای شما بر نمیاد دوستان. خاخه برای چه؟ به خاطر اینکه بنده در بخشداری مرکز پست بسیار مهمی دارم و اگر دو روز اونجا نباشم تمام کارها تعطیل میشه. آقای شهری دستم به دامنه، یه کاری برای ما بکن دیگه. ببین عزیز من، شما خودتونو بذارین جای بنده. بنده به نظرتون ماهی 200 تومن حقوق در شهر رو ول کنم بیام تو این خراب شده کار کنم؟ خب صبر کن. خب ما به تو حقوق دادیم نه؟ نه خیر عزیز من، نه خیر. بنده اگه قرار باشه اینجا بمونم ماهی 400 تومن میگیرم، یک ریالم کمتر نمیگیرم. این از من زورگیرتر بی؟ تازه به علاوه خانه و وسیله نقلیه. مگر اینکه هر روز جنازه من درد بشه. حرفمو بس کن، دعوا نکن. قبول بهت وعدیم. پس خون بارکه. خب از همه چیز مهمتر تو این بخشداری میدونین چی لازم داره؟ چی لازم داره جیگر؟ پرسنل. من برم ویایم. یا عزیز من، پرسنل که آوردنی نیست، باید استخدام کنیم. منشی، رئیس دفتر و از همه مهمتر آبدارچی. خب این استخدام که وگفتی چه معنی داشته بید؟ وای اینجا چقدر قراره به من خوش بگذاره. ببینیم اصلا باورم نمیشه، یعنی من الان زن بخشدار میدم؟ باورت باشه، خوبه باورت باشه. شما این بخشدار باید باورش نباشید که شما زنش میدی. بی خود از خودت چه کسی نفسی در نمیدی؟ وای نمکو، راست بگویید، از شما در نمکونه. من واقعا این روحیه ای تو رو تحسین میکنم سرناز باری کلا. آفرین. این الان چه بگفت؟ باز حرف سیاسی از خودش در بکن. اصلا کی به تو گفت نظر بدی؟ با مواد دارن شوخی میکنن سرناز. نه راست بگوان، تو اذیتشان بکنی. این شیر فرهاد منم نه و یومد که یه شغل خوبی توی بخشداری بهش بدن. اتفاقا من خیلی به آبدارچی فکر میکردم، بسیار مناسبه، بسیار. به جون خودت و آبدارچی رو تو فکر بکردم. برای شیر فرهاد عزیزم معاون ده فکر بکردم، معاون بخشدار نشه. این مرد من به تو افتخار بکنم با این سلیقت. بو و گوام که چما چرا این شیر فرهاد انتخاب کردی؟ چه کسی لایق‌تر و شایسته‌تر از شیر فرهاد؟ بله واقعا. من چی؟ من حرف مخف از خود در بر نکن. یعنی یه زن بیا تو بخشداری کار بکنه؟ نمیشه تو. خب مگه من چم بید؟ از شیر فرهاد که لایق تر بیدم. اصلا حرفشو نبزن. خب منشی بشه. امکان نداره. خب این آبدارچی که دیمتونم این حرفا بزن، این دختر بخشدار وشه، آبدارچی وشه، وشه ای خب این چه اشکالی داشته بید؟ من فقط بخوام کار بکنم. آقا کیانو شما نبخوای هیچی بگی، همینجور بخوای بیخاصیت وشینی به این هیچی نبگی. البته سرناز، پدر مادرت هم در مورد تو حق دارم و من هم یه جورایی با کار کردن تو توی بخشداری مخالف هستم. این چه طرز حرف زدن با دختر من بی؟ تو خجالت نکشی؟ ای وام میرم برات موها که این چه بود نصیب تو وش شد. موها من یه روزی رو ببینم که زنها هم توی اداره ها کار بکنن. خندم بگیره، زنها کار بکنن. همه اینها رو باید بذاری سر کار. خانم جون الکی نیستش که حرف میزنی. پس چی بی؟ بابا باید تخصص داشته باشه، تجربه داشته باشه، درس خونده باشه. همه اینا رو که بگفتی اینا همه وعده دارن. اصلا کیوون منو نگاه بکن، تجربه و تخصص متحرک بید. ها بیدم ببینم شما چه تخصصی داری. ها خب من تخصصی پول برگرفتن، پول زور برگرفتن ندارم، اونجا زیرمیزی بگیرم. دست مادره درد نکن، آخه اینم شد تخصص. ها خوب بید. کیف کردی؟ آره خیلی کیف کردم. نمیشه خانوم، نمیشه. قربانت برم، منم وشم منشی، منو چه وش راسم؟ من یک دقیقه طاقت و دور شما رو ندارم. جان سار باید منشی خانوم باشه، فهمیدی؟ منم سرتون گرم بکنم، من خودم جوکای جدید براتون در بکنم. بابا جان توی بخشداری من جای رابطه بازی نیست، جای آدم های کار کشته است. یعنی چی؟
یعنی همین دیگه، یعنی همه تو به سلامت بیرون دیگه. من که جوک وگوام برات، صدای سوسی خودم در وکنم برات، بذارم برم. نه بابا، بالاخره ما یه آبدار باشی که میخوایم که شما باش. قربانت برم، من که پاچه خاری وکنم برات، خسته در وکنم برات، الا بذارم برم. خیلی خوب، عیبی نداره دیگه شاخ شمشاد خانم، منشتمونم مرد باشه، عیبی نداره. من که پول زور وگیرم برات، هی زیر میزی وگیرم برات، بذارم برم. بابا تو که پسرمی، پاره تنمی، کجا بذاری؟ نه بابا تو هم بمون. سردار خان. خیلی خوب بابا، شما منشی باش. سردار خان. ای بابا معاون باش. سردار خان. ای بابا تو رو که دیگه بخشدار نمیتونم انتخاب کنم خانم. راست بخیه، راست بخیه. افتخار بخشدار قند عسل. به افتخار بخشدار هلو بشقابه یه دست مرتب بزن. معلومه که اصلا خسته کار و زحمت هستی. همه چهره ها خسته است. زیر بیزی بدی. بله؟ یه زیر بیزی بدی. ما چیشی بگوی حرف بگو از خود در بکنی. این که مشتری نبید که. بله. خب من خدمتتون رسیدم که در واقع تبریک عرض کنم. بله. خب عرض کن. عرض بکن. خب همین دارم تبریک عرض میکنم به خاطر این بخشداری زیبایی که درست کردید. در واقع به خاطر این چیدمان زیبا و واقعا این کارمندان. بله بله کیانوش، نگاه کن اینجا پاچه خاره نمکنه. آقای رئیس نگاه کن داره پاش مکنه ارسی من. آقا کیانوش مواظب باش، اینجا وظایف همه تفکیک شدن، اشتباه نکنی. بله مشخص، کاملا مشخصه. بله آنو شینی باخ بکن بخوریم چی گرد. بله 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 خسته باشی. یعنی خدمتتون ببخشینا. داماد من بیدا. بفرمایید. دست شما درد نکنه. خواهش میکنم، خواهش میکنم، بفرمایید. این چقدر خشک بید. فکر نمیکنم. ببینم این مونده پونده که نیست که. نه به قیافش نمیخوره. بله بفرمایید. کیانوش تو خجالت نبکشی؟ تا زمانی که کلقند مثل بخشدار اینجا بشینه آدم شیر نمیخوره. بفرمایید. نمیشه عزیز جان این شیرینی رو خشکه حساب کنی؟ نه عزیز جان نمیشه، بفرمایید. بله متشکرم. خواهش میکنم، خواهش میکنم. بله. آی کیوان عزیز. من از اینا زیاد دوست ندارم. کاملا مشخصه، اصلا اشتهاش کوره. بله. خب بسیار خب، من دیگه رفع زحمت میکنم، زیاد مزاحمتون نمیشم که به کارتون برسید. کجا بری؟ حرف مو واس کو در با نکن. تو بعد از فعالیت‌های بخشداری ما گزارش ویژه در با کنی. بله. ضمناً این یه دستوره. حواست باشه. بله بله. بله. گزارش. بله بله. سلام علیکم. بله بله. حالتون چطوره؟ سلام. بفرمایی. واقعا فکرش را نمی کردم که اینقدر خوب شما بخشداری درست بکنید. به همه چیز سر جای خودشه. واقعا که سوپروایزر شدم من. ببخشی چی شدی؟ به تو چه؟ بفرمایی. یکی دیگه. پیشنهاد شیرینی به مأمور قانون در این انجام وظیفه. یکی خوردیم ولی تا اونجایی که من یادم. ببخشی. خب. دلم میخواد که این ارباب رجوع هم کارش هم بهتری نحوه ممکن انجام بده. بده ببینم چه کار میکنیم. سلام. اون بر اون بر. سلام عشقم قربان. اون بر اون بر عزیزم. اون برتر. اون برتر. امروز اصلا وقت نداریم. برو فردا بگیم. جدی بگویی؟ مگه سیستم اداری شوخی هم داره عزیز من؟ سلام دستم به دامنت. یک کاری بکن درست کنم درست بشم. پول چایی رو بده. حالا برو پیشمون. خدمت شما. بده با.
بغلی بگیر. چی رو بگیرم؟ پرونده رو. چکا بکنم؟ بده معاون. اها. معاون وجر. چی رو بگیرم؟ پرونده رو. چی کار بکنم؟ بده بغلی. بگیر. زیرمیزی بده. زیرمیزی بده. بغلی بگیر. چی رو بگیرم؟ این پرونده رو. چیکار بکنم؟ یه کارش بکنم. بغلی بگیر. چیکارش کنم؟ خب یه کارش با هم بکنیم دیگه. بکنیم با. ها یه جوری بگیریم که وی بی. ها. ها. اینجوری با. خب کارت چیه؟ زمینم و آب گرفته بید. نخودم خراب شده. آه. 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 طبق کارشناسی بخشداری نظر این بید که تا طلوع آفتاب سبر کنی خودت سبر کنی تا آفتاب زمین تو خوش بکنن خیرت بده آقا جان قابلی نداره میشه سب تو من بده امضا و دست شما درد نبکنه خدا خیرتون بده جدن اگه بخشداری نبید ما چه بکرده بیدیم دست شما درد نبکنه مرسی